برای آزادی. با درود به بینندگان خوب تلویزیون پارس، اصل پهلوان هستم و دقایقی رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید سلامت باشید و پایدار. بینندگان عزیز، پزشکیان هم رفت مجلس، خوش به حال اونایی که بهش رأی دادن و دیدید که چجوری صحبت کرده و همون به قول گفتنی بی بسم الله اون روی خودش رو نشون داد و در مجلس گفته بود که امیدوارم خدا ما رو شرمنده مردم عزیزی که آمدند علی رغم تبلیغاتی که می کردن که نیایید پای صندوق ها و مشت محکمی زدن بر دهان این آدم هایی که در خارج و داخل نشسته بودند و تبلیغ میکردند. مشت این پزشکیان که خیلی هم آروم بود و خیلی هم ملایم بود و خشونت اصلا حرف خشونت نزن، اصلا یه چیزی در ما خشونتی نداریم، ولی حالا میزنن تو دهن همه اون آدمایی که البته آدمایی که تعدادشون درصدشون خیلی بالاتره که رأی ندادن و اون درصدی که بازم رفتن بازم گول خوردن بازم همون داستان رو تکرار کردن و فکر کردن که این در یک چارچوبه که پزشکیان میتونه کار کنه. پزشکیان رفیق صمیمی و بادی گروه ماست و این که مشکل اول اینا فلسطینه و یا این که اولین کار با اینا تماس میگیره و حتی گفته آقا من اگه بشه میرم و لباس سپاهمی رو تنم میکنم. یعنی این اینجور آدمه و یه عده گولشو خوردن و البته ما که مطمئن بودیم این به قول گفتن این همین لباس زیباست نشان آدمیتش، یعنی که این همون پاسدار است، همون که قبلا تو سپاه بوده و خیلی رفیق صمیمی خامنه ای و حالا بماند، حالا یکی پس از دیگری رو میشه دیگه و رفته حالا در مجلس و این حرفا رو زده و اون رگ اصلیش رو نشون داده. هنوز سر کار نیومده، حالا وایسید سر کار نیومده. خیلی ها خوشخیال بودن که این پزشکیان میتونه کاری انجام بده، چرا که این از خود نظامه. اینو مردم من نمیم چرا متوجه نمیشم بعضی موقع، این از خود نظامه. قانون اساسی جمهوری اسلامی اینه که میبینید، حالا بعضی میخوان خودشونو گول بزنن یه چیز دیگه بگن. و یه براتون بگم یه داستان جالبتر، اینی که کیوان صمیمی رو یادتونه من تو همین برنامه براتون گفتم، کیوان صمیمی فعال سیاسی، یک زندانی سیاسی سابق، آزاد شده، روزنامه نگار و کسی بود که رفت رأی داد و بهاره هدایت یک نامه‌ای برای او نوشت، نامه‌ای بسیار تند که من در برنامه‌ام اینجا خوندم که انتظار از تو نداشتیم که بری رأی بدی. حالا آقای کیوان صمیمی همین امروز با این سخنانی که با این صحبت‌هایی که پزشکیان کرده بود، آقای کیوان صمیمی گفتن که چیزهایی که پیش از انتخابات میشنیدیم با بعضی از اینهایی که حالا میشنویم فرق دارد. پزشکیان با خشونت مخالف بود اما امروز در مجلس از ادبیات خشونت آمیز و عبارات مشت محکم بر دهان استفاده کرده است. لازم است فوری از مخالفان رأی دادن عذرخواهی کنند. حالا عذرخواهی که جای خودش داره، حالا ببینید که چی میشه. و این خوشباوری بعضی ها و واقعا همون موقع هم در حیرت بودم که چطور میتونید با گول زدن این که طالبان داره میاد، اینا خود طالبانن، یه مدل دیگه ایرانیشن، اونا خارجی رو میکشن و اینا خود ایرانو دارن، پدر ایرانو در میارن. و یک واقعیتی است که در جامعه ما متاسفانه وجود داره. یه چیزی که دیگری که دوست داشتم بهش اشاره کنم در این قسمت اول برنامه،
من شدیداً با خرافات مخالفم. من بارها گفتم با مذهب مخالفتی ندارم، با دین مخالفت ندارم. هر کسی هر چیزی که من اینو بارها گفتم، اینو تکرار میکنم، مسلمان باشه، کلیمی باشه، بهایی باشه، زرتشتی باشه، بوداییست باشه، مسیحی باشه، اصلاً برای من فرقی نمیکنه و بعد به همه ادیان احترام گذاشت. و بارها گفتم این همه ادیان باید بره در خصوصی باشه و اینها باید کاری بکنه که انسان دزدی نکنه، خلاف نکنه، حق کسی رو نخوره، کسی رو نکشه. اینا همه ستون همه این ادیان بر مبنای اینه، بر مبنای کردار نیک، گفتار نیک، رفتار نیک. اینها اساس همه اینها بر اینه. و خرافات واقعا جامعه رو داغون میکنه، همونطور که جامعه امروز ما داغونه. یه ویدیویی میخوام براتون الان پخش کنم. مجری تلویزیون صدا و سیما رفته خونه آقا و ببینید که ما کجاییم هنوز. بای بر نگاه کنید. اینجا خونه آقاست، همون جایی که از روزش برای گرفتن حاجت استفاده بردم. منم به خون داده بودم که بیام اینجا، حالا بریم با هم داخل رو بریم. به خونه آقا که نزدیک میشی کلی استکان فروش اونجا بساط کرده. هر کس که حاجت داره میاد استکان میخره که برید داخل حوض آقا. ما هم استکان رو خریدیم به نیابت شما و راهی خونه آقا شدیم. اینجا خونه آقاه، همونجور هم که میبینید اکثر مردم دور حوض حلقه زدن. هر کس که حاجت گرفته قبلا میاد استکان میریزه داخل حوض و همون لحظه کسایی که حاجت دارن استکان برمیدارن به این نیابت که اگه حاجتشون رو گرفت سال بعد اونا هم حالا یه دست دو دست هر چقدر که خودشون نظم میکنن میان استکان میریزن داخل حوض. ببین من به محضی که استکان رو ریختن بله، این خرافات نیست. این که استکان بندازی، استکان خیلی ها اصلا، یعنی از درک من اصلا یه چیز شدیدیم. این اون نیسته البته. و یه چیز دیگه ای که البته این مال پارساله ولی اینو دوباره تکرار کردن، در یک روزخونی در ایام عاشورا تاسوعا یکی از این نوه خونا میاد میگه که کل دیوان نظامی، رودکی، انوری، خاقانی، مولوی، قصه های شاهنامه، رستم و سهراب، رستم و اسفندیار، شعرهای سعدی، خیام، همه این شعرها رو میگه، هاتف، حافظ، همه رو میگه. ببینید چقدر این دیگه اوج بیشعوریه. یعنی ازم کاری به این ندارم که چیز دار... یعنی ازم به کارش کار ندارم. یعنی این نشون دهنده این که شما حافظ رو میاری، سعدی رو میاری، خیام رو میاری، مولوی و دیگه رودک، از همه رو میاری. میگی که همه این شعرها فدای این دوتا بیت شعر، که این دوتا بیت شعر چی میگه؟ بر مشامم میرسه هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، تشنه آب فراتم، ای اجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا. آخه بابا این دیگه همه اون تاریخ ایران و فرهنگ ایران و اشعار ایرانی رو فدا میکنی برای این دو بیت شعر؟ آخه این اوج نفهمی و اوج نادانیست. نگاه کنید.
کل دیوان نظامی رودکی و دهلوی انوری و عنصری خاقانی و صد مولوی قصه های شاهنامه رستم و اسفندیان شعر های سعدی و خیام و صدها شهریان هاتف و عطار و صاحب حافظ و اهل شهود هاتف و عطار و صاحب حافظ و اهل شهود فدای شاعری که این دو بیتی را سرود بر مشامم میرسه هر لحظه بوی کربلا بر دلم ترسم به ما آرزوی کربلا تشنه آب فرات ای عجل مهلت بده تا بگیرم در وقت ابره بیزارم از دین شما، آیین شما و این دینی که به خرافات میکشه. بیزارم از دین شما، نفرین به آیین شما، از دین پیشانی ها، دلهای سنگین شما، دلهای سنگین شهر بی آیین شده ای مردم غمگین شده ای عالمی بی‌دین شده از عهد ننگ شما از عهد ننگ. بله بینندگان عزیز، با خبر شدم که سعید راد هم ما رو ترک کرد. سعید راد البته یک بیماری داشتن، به بیمارستان گویا رفته بودن، یک دوای اشتباهی یا یک چیز، یک مسئله اینجوری اشتباهی که رخ داده در بیمارستان. متاسفانه سعید راد در سن 79 سالگی درگذشت. سعید راد رو من اینجا خیلی دیده بودم و خیلی دوستش داشتم. بارها منزل پدر می آمدن و شخصیت جالبی داشتن و دیگه متاسفانه اون تصمیم بر این گرفته بودن که لس آنجلس رو ترک کنن و به ایران برگردن و کارهای بسیار متعددی رو انجام داده بود و فیلم‌های متعددی رو بازی کرده بود، ولی او هم یکی از افرادی بود که هنرپیشه‌هایی بود که خیلی ها رو دوست داشتن. هم خوشگل بود، هم خوشتیپ بود، یک شخصیت، یک کرکتر به نظر من، حالا نظر منه، جالبی داشت. و خب اول که ممنوع تصویرش که کردن ایران رو ترک کرد و بعد آمد اینجا، بعد چندین سال دوباره به ایران بازگشت. شرایط رو واقعا شرایط زندگی سختی رو در اینجا داشت و نمیشه توقع داشت که چرا رفته اونجا بازی هم کرده در فیلم. واقعا یک هنرپیشه دوست داره هنرنمایی کنه و دوست داره بازی کنه. یادش رو گرامی میدارم آقای سعید راد عزیز رو. بینندگان عزیز، دیروز تولد فردی بود که همگی با او آشنا هستید. نوید افکاری متولد 31 تیر ماه 1374 بود که در واقع روز 22 شهریور هم او رو اعدام کردن به ناحق. نوید افکاری کشتیگیر بود. نوید افکاری فردی بود که عاشق ایران بود. نوید افکاری بارها و بارها در زندان فریاد زد که او رو بیگناه گرفتید و او رو حکمی که برای او صادر کردید واقعا به ناحق هستش. نوید افکاری بیسو در اون زمانی که او رو دستگیرش کردن در شیراز، او رو به اعدام محکومش کردن و همینطور دو بار به اعدام. شما در داستانی اصلا دیدید در جامعه ای که دو بار یه حکم اعدامی رو برای کسی صادر کنن؟ دو بار حکم اعدام و شلاق. نوید افکاری اگر امروز زنده بود تازه میشد 31 سالش.
تازه میشد 31 ساله. این جوانی که ورزشکار بود، کارگر بود، زحمتکش بود و او رو به ناحق کشتند. نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. درود به مردم شریف ایران. نوید افتاری هستم. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی برای دار نمیره، ولی دروغه. فهمیدم دنبال یه گردن برای کلامش میگردن. امروز مردم فراموش نکردن نوید افکاری رو. در ایران برای او تولد گرفتند، کیک گذاشتند، شمع فوت کردند و این کار رو در سراسر دنیا انجام دادند. نمی بخشیم و نه فراموش میکنیم. 31 تیر ماه 1403 تولد نوید افکاری عزیز. نمی بخشیم نه فراموش میکنیم. زن، زندگی، آزادی. وحید افکاری عزیز که 1500 روز در بند ضحاک اسیره به امید آزادی همه زندانی های در بند. زن، زندگی، آزادی. جدی؟ به یاد جانباخته های راه آزادی. مصطفی کنعانی که او هم خودش روز تولدش همچین روزی هستش، در صفحه خودش می نویسد آخرین روز از تیر ماه هستش. به رسم عادت امروز روز تولد منه. اگر جمهوری اسلامی نبود امروز هم تولد خودت رو قهرمانی میهن با خانوادت جشن می گرفتی. مصطفی کنعانی این آهنگ رو به افتخار نوید افکاری می خونه. با هم نگاه میکنیم. قاب عکسی هست و مونده روی میزم. تولد تو مبارکه عزیزم. گفتی سکوت حمایت از ظلم و ظالم. سکوت نکردی و گرفت جون تو سال. متین حسنی یکی از مصدومان چشم در آبان 1398 چند روز پیش نوشت که برای تحمل حبس راهی زندان می شود. امیر ولایتی مصدوم چشم در خیزش انقلابی 1401 چند هفته پیش محاکمه شد و اتهامات سنگینی به او بستند. به یاد تمام بچه هایی که یک چشم خودشون رو از دست دادند و اونهایی که امروز با از دست دادن یک چشم یک بیناییشون رو از دست دادند ولی هزاران چشم جای اون چشم رو گرفته و صدای اونها شده. بیایید با هم فریاد بزنیم نه به جمهوری اسلامی. کجاست؟ تو این قانون ننوشتن؟ نگفتن بهتون صدای گریه اون دختره رو نشنیدی که التماس میاد آقا به من تجاوز نکن؟ کو قانونتون؟ چرا اجراش نکردی؟ من بلی کردم. همون قانون شما میگه من مجرمم، فقط حق داری دستبند بزنی منو ببری و سلام. من این تویی رو که تمام عمر کم دیدم، حالا برای دیدن تو چشممو میدم. هر بار که من گفتم آزادی. بله، جوانانی که واقعا به ناحق با شلیک گلوله‌ای بر چشمانشون بیناییشون رو از دست دادند. آقای پزشکیان حالا جواب بده، اونهایی که رفتید رأی دادید، جواب این بچه ها رو چه خواهید داد؟ جواب یکی از ورزشکاران ما که امروز در زندانه، یک فوتبالیست که در زندانه و میخواد که ما صداش بشیم، میخواد که ما کمکش کنیم رو چه خواهید داد؟ صداشو گوش بدید. با سلام خدمت همه رفیقان، دوستان، فوتبالیست
فوتبالی ها غیر فوتبالی ها الان هم اکنون صدا من از زندان مرکزی اصفهان میشنوید. الان اتفاقاتی که افتاده خوبی هم در جنیا هستن. اول از اون که میخوام تشکر کنم از همون کسی که ازم حمایت کردن مسابقات امیدم به اول به خدا تا بعدم همون کسی که بیرون هستن، چون من که داخل زندان کاری نمیتونم واقعا انجام بدم. من چشمون امیدم فقط به اون کسی که بیرونم بکارم که بتونم بازم حمایت کنم و این خوشمایی سنگینی که واسه من بریدن، چون من واقعا مستقی این خوش نیستم، نباید این حکم ها واسه من میبرید، ولی خب دیگه بریدن دیگه، من واقعا دقیق نکردم چون و با ارژنگ مرتضوی برنامه را به پایان میرسونم. ارژنگ مرتضوی جوانی که بگذارید اینو من دوست دارم برنامه چهارشنبه شاید بگذارم که بیشتر براتون توضیح بدم از خانواده او، و چرا که در یک دقیقه واقعا نمیشه که توضیح داد در این زمینه، ولی دوست داشتم هم پانتا رو در دوتا ویدیو داشتم که وقت اجازه نمیده که براتون بگذارم، برای اینکه توضیح مفصلی رو دارم در این زمینه بدم. در همین امسال در سال 1403 بودجه 7 ردیف اصلی مرتبط به مدارس دینی شامل شورای عالی حوزه علمی، مرکز خدماتی حوزه علمی، حوزه علمی خواهران، حوزه علمی خراسان، دفتر تبلیغات علمی قم، جامعه مذهبی مصطفی آمین هم چی، مؤسسه آموزشی خمینی 18 میلیارد، بیش از 18 میلیارد تومان براشون بودجه گذاشتن. ننگتان باد واقعا، نه به جمهوری اسلامی. و دوستاشم با این آهنگ که به فکر مردم باشید نه به فکر حوزه علمیه، حوزه خمینی و غیره. با تشکر از سپه رئیسم در اتاق فرمان، خدا نگهدار. ندیدیم خدا را آنان که شکستن دل آینه ها را، دیدم که انسان هدف تیر بلا شد، خاموش نشستند و بریدن صدا را.